مخم پرکید؟ این چی بود افتاد رو سر من؟ مرد ناحساب میگه کور بودی؟ کله منو ندیدی؟ جایدیه نبود شیرجه بری یه راز افتاد رو مخ من؟ من نمیخواستم شیرجه برم، از اون بالا خودم رو پرد کردم پایین که تو آب بمیرم. بیمیری؟ برای مردن جایدیه به ایترز مخ من پدرن کردی؟ آخ کردنم انگار چی که سیز آدم ناشی. تو اگه راست بگو یا میخوای بیمیری، چرا خود انداخت اینجا که آب نداره؟ اگه مرد برو اونجا که گوده. نمیدونم چرا هر دفعه که خواستم خودم رو بکشم مرگ از من فرار کرده. مرگ فرار نکرده، تو بلد از خودو بکشی. دست بده من، میبرم به اونجا که تو میخوای. بیفتی دیگه در نمیای. اصلا آدرسش یادداشت بکن که هر وقت خواستی خودکشی کنی ساب بری همونجا. برو ببینم. ببینم مالیات دادی؟ پول آب برق در عقب نیفتاده؟ خب اگه بده کار نیستی ازرائیل اونجاست. برو جلو، سه کله آب داره. برو با امید خدا ببینم چیکار میکنی. چه وایستدی؟ خب اگه پشمون شده بذار یخ دیگه. شایدم کار خداست که نمیخواد تو بمیری، و الا تو رو صاف نمیداخت رو جیجگاهی من. بیا بریم بالا. خودکشی من چنده است؟ مرد حسابی حیفتی میاد دنیای به این قشنگی نگاه کن، دنیای به این مروسی رو بذاری و یهو بری زیر خاک چیزی رو آب. همین آبی که میخواستی خودت توش غرق کنی خدا به ما داده که توش زندگی کنی. تو مال کجایی؟ تهرون. تهرونی هستی؟ تا ترش فهمیدم، یا عاشق شدی سر به بیابونو گذاشتی، یا فارغ شدی که دیگه آه تو بساط نداری، یا هیپی زیپی شدی که اونم خودش یه نوع جنون است. آره با این پشمات درویش فرنگی شدی انگار. هیچ کدوم اینا نیست، بدبختی من به خاطر قولیه که به خودم دادم. چه قولی به خود دادی؟ شغل و حرفه من قماربازی. به چه شغل محترمی داشتی. اما وقتی زندگیمو تو قمار از دست دادم با خودم شرط کردم که دیگه قمار نکنم. الان که 6 ماه رو شرط و قولم وایسادم، نه شغلی برای خودم پیدا کردم، نه یه غذای سیری برای شکمم. از تهران اومدم اینجا بلکه اصفهان یه کاری پیدا کنم. نه تنها کار پیدا نکردم، بلکه هرچی داشتم فروختم و خوردم. شما میگی چرا خودتو میکشی؟ میگی این دنیا برای زندگی کردنه؟ آره برای زندگی کردنه، اما نه برای من، برای شما و امثال شما که شکمتون سیره. تو ببینی یکی رو درست گفتی، من شکم سیر است تو خالی، من گردم کلفت تو باریک. خب پس حالا که این طوره است میخوای تو املاک من مشغول کار بشی؟ چرا نمیخوام، من به خاطر سیر شدن شکمم حاضرم غلام و رعیت شما بشم. املاک شما کجاست؟ از همین حالا میرم حمالی میکنم قربان. بسیار خوب، اون کو چمرا و بیابونا رو میبینی؟ بله بله. صد تا سرش مال من است، یعنی هر چی کو تو این شهر میبینی مال من است. البته من زمین خار نیستم، کوه خارم. پدر آمرزده، من و تو چه فرقی با هم داریم؟ من اگه آدمی کلوفتی بودم نمیدم با صابون تو رودخونه خودم مفتی بشورم، میرفتم هموم. من هم مثل تو بیکارم، منتها خر نمیشم خودم بکشم، اونقدر با زندگی مبارزه میکنم تا بالاخره یه روز بیخرچه بچسبم. خدا رو شکر کن 4 ستون بدنت سالمه. وقتی این سلامتی به دردم نخوره چه فایده‌ای داره؟ چرا شکر خدا رو بکنم؟ اوه درویش فرنگی دیگه به اون بالا کار نداشته باشه، همون بالایی است که این سلامت رو بهت داده. دلت میخواد تمام ثروت دنیا مال تو بود اما عوض سلامتی یه قده سرطانی داشتی؟ آخه تو نمیدونی من چقدر با زندگی مبارزه کردم، همش شکست خوردم. منم خیلی شکست خوردم. منم یه وقت سرمایه داشتم، توی شب بافنده بودم ورشکست شدم، یه وقت قهرمان کشتی بودم، پشت خیلی ها رو به خاک رسوندم. میبینین هنوزم آثارش پیداست. خدا میدونه چه احترامی داشتم، اما وقتی از پهلوانای تازه نفس خوردم زمین دیگه کسی بهم اعتنا نکرد. به هر چی نگاه میکردم روش زمین برمیگردون. این بزرگترین شکست برای من بود. پس باز ناامید میشدم و میمدم از اون بالا خودم میدفتم پایین. خلاصه من تصمیم دارم برم تهران دنبال کار. اگه دلت میخواد دست به دست من بده بیا دنبال من، مثل 2 تا دوست میریم به جنگ زندگی. تهران؟ من تازه از اون محیط فرار کردم. همه جا محیط خوب و بد داره، این خود آدم است که باید خوب باشه. یالا دست بده من وقتی بریم. باز که داری تو آبا نگاه میکنی، بلند شی یا بلندت بکنم؟ میگم بران شد دیگه. منظورت چیه؟ منظورم این است که یا میرم از کلانتری میگم از اون بالا خود انداخت رو گردنم شکسته کلی جریمه زد میسونم، یا فکر خودکشی رو سر بیرون کن بیا دنبال من بریم تهران. تو راچا تهران رو من یاد بده، منم راه زندگی رو. محمود بافنده پور 2 نفر فرد کرایه 12 تومن. حاضر است. حالا برو تا تایی فرد همینجا باید به سلفی داشت.
اینم زلفه. حالا برو تا تا اتوبوس برگرد. راستش داداش میدونی ما پول نداریم. وا حسن آقا این دو تا آقازاده پول ندارن پس کرایه شونو بدن. آقازاده ها همینجا خالی شن. حسن آقا اجازه ده ما اینجا خالی نشیم. این رفیقم دست به خودکشیش خوبه. یادی رفت و خودش تو رودخونه غرق کرد. اون وقت خونش گردن شما رو میگیره ده. تا تهران 5 فرسخه. پیاده بیاین تا قدر عافیتو بدونی. حالا میخواد رفیق خودش تو رودخونه غرق کنه. میخواد تو چا منو سر نمیبینم. یالا به امون اسرائیل دو تکون بخور. تکون بخور. چرا قرازت هم بگی بفهمم. قرازه خودتی. خیال کردی ما رو با آپولو برداشتی آوردی اینجا؟ خودش اتوبوس قرازه را ببرن. فکر خودکشی نباشی ها. الحمدلله اینجا نرود خونه بیده میشه نچاله چوله. تا تهرون همش 5 فرسخ را جلو گربه بذاره قهر میکنه. بیا بریم بدو. من پاهم میخچه داره نمیتونم پیاده بیام. نه فهمیدم. ما با هم قرار گذاشیم تا آخر اون با هم دوست باشیم کار بکنیم به همم خیونه نکنیم. اما اگه تو قرار داده اون میخچه پیخچه نبودا. یالا بیا بریم اینم. من میخچه دارم. گیره عجب آدمی ناپذی افتادم ها. خیلی خوب چشمم کور بشه میشنم یه فکر به حال میخچاد میکنم. میخچه داره میخچه. آقایونه اموقلین لطفا سوار شدید. بیا پایی تو سوارشیم. نگفتم نامی داشو بیبریم. بودو بینم. خب بیا حسنه چرا بیچاره ها را اذیتشون میکنی؟ بگرد و سوارشون کن دیگه. شوخی کرد. شوخی کرد. بله فهمیدم شوخی کرد. بیا بریم شوخی کرد. تو به چند دیگه اینه بیا 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 فهمیدی ترون چه سرزمینیه؟ تازه این اولشه. چیزش نگیر. خب میخوان تفریح بکنن دیگه. اون دارم یه قصخایی بکنن دیگه. دم معذرت میخوام. هممون معذرت میخوام. من واقعا دلم براتون سوخت. خواهش میکنم بفرمایی سوارشین. بفرمایی خواهش میکنم. نگفتم قصخایی میکنن. درسته اینا هیپی میپیان. اما بالاخره یه روز آدم بودن با بیا بریم. بیا بریم سوارشین ببریم. نگرش دار نگرد الان بیوک کشم خانوم الان بیوک کشم نگرد دار نگرد دار مزه ترون چشیدی؟ بازم دلت میخواد بریم ترون؟ باز که از کوره در رفتی. زنگ تفریحشون تموشا رفتن دیگه. ببین کت تو چیکار کردن؟ تو چمدون کت دارم الان عوضش میکنم. برای این چیزا کوچولو خونه ده کسیف نکو ما سفید میشه. قصه نخور زندگی همین سرسل اولش مشکله است. ماشین یه عیبی پیدا کردی؟ از بس اون بیچاره ها رو اذیتشون کردی ماهشون ماره گرفت؟ هیچ کدومتون از میکانیکی سرشته داریم؟ ما از رقباسی سرشته داریم. پس باید وایسیم یه ماشین برسیم. آه بچه چه سبزه های قشنگه دلتون میخواد بریم برقصی؟ آره گرام و برده بریم بچه ها. افسانه ببین چی میگم تو برو با بچه ها برقص من با میسام اگه ماشین از اون طرف اومد بره تو رو جلوشو میگیرم. خیلی خوب همون هم ماشینش هم اونجاست. خودش هم اومد دارن غذا هضم میکنن. دلت میخواد تلافی کنیم بزنیمشون؟ نه بابا اینا را خدا زدتش رو تیپیشون کرده است. اینا زدن ندارن که بیا بریم. چی شده تا آقفی؟ شما این
آره خودمونی، انگار مثل چی تو گل موندی. به تو مربوط نیست، به کسی مربوطی که فهمشو داشته باشه ماشین درست بکنه. من شاید بتونم درستش کنم، اما حولش بدین بهتره. شما میتونین؟ آقا خواهش میکنم درستش کنین، درسته ما به شما بد کردیم. دفت درنداز گمشه پی بدبخ. همین، ما که نباید مثل اینا بد باشیم. بیا اگه سرشته داری ماشینشو درست کن. عذیتمون کردن، تازه ماشینشونم درست کنیم. خیلی متشکرم. خفه چاش. سیم دینامش بد شده. آچارتون کجاست؟ اینه ها، همینجاست. ببینم رفقا چرا همه دخترم فقط تو پسری؟ نه، چهار تا دخترن، چهار تا پسر. من فکر کردم همه نامردن. تو نهیزر گیسات بلند بشه دا. چشم، مرد قوی هیکل. خب بفرمایی نهی زیپی، برو بشین پشتش. من بلد نیستم. بلد نیستی؟ پر تو چی بلدی؟ پیپی بدبخت. برو بگو بیان روشنش کنن دیگه. دو چشم دیگه. بشین پشتش ببینم. خیلی خب. بچه ها ماشین درست شد، داریم سوار شید. خیلی خوبه، بیاییم بچه ها زود باشید. بادای سوار شید، بادای خانم آقای، بادای راننده حرکت. اینا همونا بودن، همونا بودن که بچه کردیم. بادای بادای شید، بادای بادای نه خود را تو جلا میفتیم. بادای خانم آقای بیشور، مگه مرض داری بچه؟ خانم خیلی معذرت میخوام، تمام تقصیر رفیق من بود. بفرم سوار شید، بفرم حرکت. قربون اون مامانت برم الهی، همین چرا بیچاره را اذیت میکنی؟ گناه دارن آخه، بعد بخور خدا زده بشون دیگه. بفرم من از طرف رفیقم معذرت میخوام. بفرم سوار شید، بفرم بفرم خانم، خواهش میکنم. بریم کاشه ببینم. الهی من بمیرم. ببین دختر توپولی چجوری خورد زمینا. بچه مگه تو جنون داری آخه؟ خانم من جدا از شما معذرت میخوام، رفیقم نفهمید حرکت کرد، غلط کرد. قول میدم دیگه گاز نده. خواهش میکنم بفرم سوار شد. حرکت کن تو. نه نگه دار آخه بابا، چرا سر رو تشون بیا کوفته کنیم. بیا بلا گاز بده بینم. خدا حافظ، در باز ترو منتظر دونم. خدا حافظ، بیایید بدبخت شیره ای. خاک بر سر احمق، بگه اینکه پیدتون نکنم. هی بچه های اتوبوس داره میاد. ایوی چه سمسی. اینم تهران. وای میسی تا هیپیه بیان ماشینشون تحویلشون بده. تحویلشون بدیم؟ میریم باش همه جا رو میگردیم. نه دیگه زیادش خوب نیست، حروم است. تازه ممکنه به جرم ماشین دوزی یهو بیان بگیرنده بود. ما به قدر کافی تلافی در وردیم، دیگه زیادتر از این گناه دارن. وای میسیم وقتی اومدن ماشینشون تحویلشون میدیم. البته ممکنه است حساب کتکی هم به اون بذارم. وای خود لختی ها اومدن. بودو 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 آقا حمید خیلی خوش اومدی. سلام پسر خوب، تو معلوم هست کجایی؟ خیلی وقت دیگه اینجا پیدات نمیشه. والا فعلا خیلی گشنمه، حال حرف زدن ندارم. با محمود دوستم تازه از سفر اومدیم. بله خیلی گشنه مونه. سلام علیکم. سلام پسر، بیا سرویس میزو بشین. خیلی بخشین، جایی کجاست؟ جایی؟ آخه زیاد دویدم جوش آوردم، میخوام دستان بشونم. اون رو به رو ببخشین. خب بشین ببینم. خوبی که حاله؟ چطوره؟ خوبی؟ الحمدلله. حال حوصله داری یا نه؟ چند تا حریفون بالا، حالشو داری؟ نه نه نمیتونم دیگه، از همه چی سیر شدم، حتی از زندگی. آه در بساط ندارم. و این حرفا چیه؟ بیا این 200 بگی تا غذا حاضر میشه. برو اون بالا، هر چی بردی نصف نصف شریک. شخ بر شیطون لعنت. خیلی خب برش ببن.
نهار رفیقمو زودتر بده، یه وقت چیزی بهش نگی. خاطر جمع باش، بگو رفت بیرون الان برمیگرده. یارو خودش نیست؟ چرا خودشه؟ الان نیم ساعت همشونو لخت میکنه. آخه ای رفیق ما کجا رفت؟ فرستادمش یه جایی رو بیاد، یه تا غذاتونو بخورین میرسه. آخه من غذا خوردنم دو ساعت طول میکشه. هیچ منظورم نیم ساعت، دو سه پرس بیشتر میخورم. بیا بگیر این پولای خودت، این 300 تومن سهم تو، این 300 تومنم مال من. دست درد نکنه جون من، روزایی سر اینجا بزن. یادته چقدر پول تو جیبت میکردم؟ قدر این رفیقتو بدون، از انگشتش طلا میریزه. آره میدونم، مال همینه که شب رو گشتگی میخوره. چهار ابرو باز قمار کردی؟ بعضی وقتا شیطونه گولم میزنه. پدرم یه قمارباز حرفه‌ای بود، تنها ارثی که برام گذاشت فوت و فن قماربازی بود. چه ارث حلالی بد رسیده است. اما میدونی عاقبت پدرم چی بود؟ از زور بدبختی خودشو به دار زد. خب پس عاقبت به خیر شده است. قمارباز همیشه بازنده است. پدرم قبل از مرگش همیشه به من میگفت از قمار دوری کن. تو بری، تو هم وصیتش خوب گوش کردی. کاش این نهار رو نخورده بودم، زهر ما رو اگه میخوردم بهتر از این نهار بود. چرا؟ نهار که با پول حروم خورده بشه. من باید پول نهار خودم رو خودم بدم. اما حیف که ندارم. خیلی خوب خیلی خوب، عصبانی نشو. پس باید به هم قول بده که دیگه قمار بذاری کنار. عوض قمار یه کار دیگه پیدا میکنیم که دیگه خودمون رو دار نزنیم. چیزی که توی این تهرون هست کاره، خودم یارمون است. اینجا تهرون است، از بس بزرگ است آدم حیرون است. یه سر شمرون است، یه سرش هم میدون است. اون بالا بالای شهر مال بزرگون است، پایین شهر هم مال فقیرون است. کارای بی درد سر پرپول دست رندونه است، برای ما فقیر بیچاره هم کار فراوونه. آی هندونه، آی هندونه، پوسش مثال قیتون است. آی هندونه، آی هندونه، آی هندونه و آی هندونه، آی هندونه و آی هندونه، سرخ و شیرین است هندونه. آی هندونه، آی هندونه، آی همونه، آی همونه، چند تا میخوای برای خونه. آی هندونه، آی هندونه، بیگیر و بخر ببر خونه. شرط چاقو ببر خونه، پوستش مثال قیتونه، رنگش پیپی مثل خونه. آی هندونه، آی هندونه، آی هندونه، بیگیر و بخر ببر خونه. آی هندونه، آی هندونه، بیگیر و بخر ببر خونه. الهی شکر، یه هفته شام و نهار خوردیم، یه کوره زهبگیرم شکمش سیر کردیم. غیر از پولمون صد ده تومن هم استفاده. اینم شد پول، اگه 30 سال شب و روز جون بکنیم فوقش میتونیم 30,000 تومن پس انداز کنیم. تازه میشه پول قمار یه شب پول دارا. اما ما بدبختا باز ناشکه کردیم. به ما چه کیچی داره کیچی نداره، الحمدلله سالمیم. یه هتل درجه که سیارم داریم، هم باش کار میکنیم هم توش میخوابیم. دیگه چی میخوای؟ بلند شو بخوابیم، نامید نباش. میدونی چه وقت شبه است؟ خیلی دیره است، یه رو داریم دسته. امشب من تو تراس میخوام، شما تشریف برید تو سالون. هوا دیگه گرم شده، نمیشه اینجا خوابیم. عزیزم قرقر نکن، پنجره های سالون رو باز کن، خنک میشی. امشب هم برات زدم. مرگ بهتر از این زندگیه. والا تو همین شهر که به قول تو شبی 30,000 تومان برد و باخت میشه، آدم همه پیدا میشن که همین هتل رو ندارن توش بخوابن. همین دواخونه رو میبینی؟ پوری دواست، مریض هم زیادست. اغلب اون بیچارا پول ندارن نسخاش رو ببینی. به خداوندی خدا ندارم پول نسخه رو بدم، مادرم خیلی حالش بده. خانم یه دفعه بهتون نسیه دادم، دیگه نمیتونم بدم. صاحب دواخونه سفارش کرده به کسی نسیه ندم، منم شاگردم. خب مجبورم بگم چشم. چرا گریه میکنیم؟ اگه حاجیت مرده چی کارو کردی؟ دستم بلم کن. بلت که نمیکنم، اگه حیفه تو نیست که گریه میکنم. چی میخوایی از جونم بلم کن؟ جونتو حیفه اون چشم عشق دیریده. مرگ من بیا بابا شرمان بلم کن.
ما چه داری میگی؟ ما به خواب کاری نباشه بابا آره آره خیلی ممنونم آقای. همیشه شما نباید این وقت شب از خونه بیان بیرون. مگه نمیدونی تو این شهر با اینکه برف یاده است. والا مادرم حالش خیلی بده. اومدم نسخه‌شو بگیرم. اما چی؟ لابا پول نداره دیگه. ببینم. بفهمینم نسخه دو. خیلی متشکرم. تشکر نداره. خونتون کجاست؟ باید زودتر دوارو برسونیم به مادرتون. زیاد دور نیست میدونم. آروم نکن که هم شده. برو ببینم نبود دیگه رفتی. هوا کرده. متشکرم. بفهمه. تا هم ماشینو پارک میکنن همشه بستون در خونشون. باشه. خدافیز. به سلامت. ما هر روز وقت بکنیم دیدنی مادرتون میاییم. انشالله حالشون خوب میشه. اینجا نچسبونم بمون. بازم مچکی. اسم من حمیده. اسم رفیقم من محمودی. اسم من فرشته است. خب خدافز فرشته خانم. به سلامت. آی هندونه آی هندونه آی هندونه آی هندونه پوزش نزال قیتونه آی هندونه آی هندونه سرخ و شنین مثل خونه آی هندونه آی هندونه شرطی چاقو به برخونه آی هندونه آی هندونه ببینم تو خودتی؟ به به سلام آقا عبدال چه اتفاقی؟ تو اینجا چیکار کنی بچه؟ میبینی چه هندونه فروشی اونم مرچه. وقتی هر نوع جنس تو رادیو با ساز آواز به خورد خلق و لامیدن چرا ما هندونه رو مرچه نمیشه؟ خیلی تعجبه تو یکی از بهترین کارگرهای بافنده من بودی. حالا بهترین هندونه فروشی شهرم چی میشه کرده؟ اسفان چه کاربارم اون چه سال شد اومدم تهرون مثل شما بلکه کلوف بشم. انشالله چه بدون خوش میذاره. ای بد نمیگذره. سر چشمه نرسیده به گذر میرزا محمود وزیر تریکو شیکبافت مال منه. یکی دو تا کارگاه دیگه هم دارم که همینطوری درش بسته است. نه خودم بهش میرسم نه آدم مطمئنی دارم که بدم دستش. اما اگه تو بخوای حاضرم باهات کنار بیام. سرمایه از من کار از تو هر چی در اومد نصف و نصف شریک بشیم. خوبه بزر جون؟ فکر نداری دیگه اگه حاضری یاله حیف هنره نیست که بیای هندونه فروشی کنی. بسته دیگه خسته شدی بلند شو بریم. کم کم یادم یه پشتی ماشین اگه همینجوری کارتون تا شب عید کل کاسه بیدیم. خسته نباشیم بچه. سلام علیکم. سلام بروی ماهتون. خدا قوت. ساعت 9 شب بچه شما دارین هنوز کار میکنی؟ نه دیگه دست کشیدیم. ببینم زیادم خودتو خسته نکن. خب امروز بگو بیدم چی کاره کردی؟ اینا تهومس اینا همونیم به کار ساقب دور. باری کلا خیلی کار کردین. ببینم رفیقت که هنوز کار بلد است تو تنهایی چطوری نمی کار کردی ها؟ آخر روزای 4 صبح مشغول میشه. درک من زندگی زحمت داره آقا دار. این 3 روز به اندازه 10 روز کار کردین. اما دیگه زیادیش هم خوب نیست. دلم نمیخواد شریک خوبمو به این زودی از دست بدم. نه ترس آقا عبدالباد اینجوری به هم آفت نداره. فقط دلم میخواد از خدا که یه روز این ماشینات ازت بخرم و خودم بشم صاحب کارگاه. انشالله انشالله انشالله. بلن بیا بیا
این 100 تومانی تو جیبه داشته باش تا آخر هفته باید حساب بکنه. خدا برکت بده. قربون تو خدا فز. سلامت. چه مرد نازنینی هست. خدای شکرت. مثل اینکه داریم کم کم رو به راه میشیم. بازم شکرت. با این همه زحمت من که چشم آب نمیخوره رو به راه بشیم. تو همیشه ناامید بودی هستی. همین هر کاری زحمت داره حتی مردن. اینقدر فکر نکن بابا درست میشه. زندگی همین 150 سال اولش مشکل است. هیچ میدونی چند روز دیدن فرشته و مادرش نرفتیم. به خودت بگو که همش کار میکنی. موافقی بریم یه خورده شیرینی میوه بخریم و بریم سراغشون؟ باشه بریم. بریم. کیه که اون؟ سلام. سلام. که این اتفاق افتاد؟ این روز پنج روزی دیگه همه چی تموم شد. گریه فایده ای نداره، دردی رو دوا نمی کنه. چطور میتونم؟ من تو این دنیا هیچ کس جز مادرم نداشتم. چرا؟ دو تا برادرم از مام داری، درسته؟ خیلی ممنون. ممنون بی ممنون. از این بعد ما خیال میکنیم سه نفریم، دو تا برادر یه همشیره. هر چی درآوردی با هم میخوریم دیگه. شما ها خیلی خوبی. تنها آرزوی من داشتن برادر. چه بهتر که شما ها برادرم باشید. پس آبجی یه مژده بهت بدم، ما چند روز دیگه هندونه فروش نیستیم، بلوز فروشیم. بلوز فروش چیه؟ تریکو فروش. تریکو فروش یه کاخونه اجاره کردیم عوض 8 ساعت 18 ساعت کار میکنه. مگه شما بافنده هستیم؟ آره همشیره، من بافندم، حمیدم بازنده، چیز تابنده، یعنی نخار تاب میده. خلاصه به خاطر شما چه شده 24 ساعت که هیچ، 28 ساعت کار میکنم که شما یه قصه نخورید. خب قبول کردی آبجی؟ من حرفی ندارم. شما توی خونه چند تا اتاق دستونه؟ سه تا اتاق. سه تا؟ دو تاش مال شما، یک شم مال ما، کریش هم با ما. تو رو خدا بسته دیگه، میخوای خودتو بکشی؟ بریم خونه بابا. باشه بیه بریم. همین دلت میخواد امشب دومی به خمره بزنی؟ با مبارک باشه، تو هیچ وقت همچی عوضی نمی کردی. شیدونه عوض هم انداخته، چه بیداره؟ دلم میخواد امشب یه عشق خوشم باشه، موافق نیستی؟ چرا چرا بیداری؟ نام دلالم نام 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 یواش آبا جون بیدار نشه. پس نمیخوای میوه و شیرینو بهش بدی؟ نه همه جون گل نداره بیدار میشه. باشه صبح. میدونی چه وقت شبه است؟ نیم ساعت دست گذشته است. آره دوازده و نیمه. بیاری بخوابی. بریم بخوابی. سر صدا نکن. آو یواش. سلام از ماست. بیدارتون کردی؟ من هر شب بیدارم. تو شما نیاین خوابم نمیبری. معذرت میخوام، از فرد شب دیگه دیر نمیایم. میخوایی شامتونو بیارم؟ والا چجوری بگم، خجالت میکشم. بیرون شام خوردیم. مهم نیست، من هر شب براتون درست میکنم. از فرد شب بیاین خونه شام بخوریم. چشم. خب دیگه شب بخیر. اومده همه؟ آره اومدم. میخواستم امشب با تو درد دل بکنم، یعنی عقده دلم بگم. اگه برای تو نگوم پس برای چی بگم؟ بگو محمود جون، هرچی دلت میخواد حرف بزن. ببین همه جون، تو تا حالا کسی رو دوست داشتی؟ خب آره، خیلی اتفاق افتاده. خودم میدونستم شما ترونی ها مرتب یا عاشقید. با ما شهرستونی ها خیلی فرق دارید، اما این چند وقت که ما آدم ترون
آب و هواش تو منم اثر گذاشته، کم کم داره از عشق و عاشقی یک چیزای سرم میشه، خلاصه یکی دلمو برده. خب مبارکه. حالا ممکنه بگی طرفی که دلتو برده کیه؟ طرف یه فرشته است. پس فرشته آسمون موگم. خلاصه من عاشق آبجی فرشته همه جون. چند شب سفت و سخت گلوم گیر کرده است، و تو چه رفیق منی باید گمه جمع بکنی. خیلی خوب، اما اول باید فهمید اونم تو رو دوست داره یا نه. حتما دوست داره، از رفتارش همدم، از نگاهاش، از حرفاش. خلاصه این دل صاحب مرده خبردار شده است که فرشتم برش نمیاد زنی یه نفر بشید. حالا حتما میدونی اون یه نفر تو هستی؟ خاطرم جمع جمع است. مگه نشنیدی که میگن دل به دل تنبوشه داره؟ یعنی دلت که دلم بره، کفنت که گله میبره. خب پس چطور ازش خواستگاری کنیم؟ قربون آدم چیستم. خب کی؟ خیلی قشنگی. نمیدونم چجوری ازتون تشکر بکنم. تشکر نداره آبا جی، وظیفه ما با تو رو از لباس عزاد دراریم. شما ها چقدر خوب هستین. کاش که میتونستم این همه محبت های شما رو یه روزی جبران کنم. عوضی یه روز چطور است همین امروز؟ یه موزیک. اوه چه خوب شد من به ساعت نگاه کردم، من باید برم. کجا بری همین؟ والا با یه نفر وعده ملاقات دارم. حتما با یه خانم؟ نه باور کنین نه، میخوام برم یکی از رفقامو ببینم. خدافظ محمود، تو کارگاه میبینمت. باشه خدافظ. اون عمدن رفت که من بتونم باهات حرف بزنم. با من؟ اره میخوام میخوام یه راز بزرگی رو بهت بگم. باشه محمود بگو، من سراپا گوشم. سراپا گوشی؟ پس خیلی باهوشی. گوش کن، میدونی فرشته ما الان چند ماه مثل خار و مادر چیز خار و برادر تو این خونه با هم اونس گرفتیم و گمونم بتونیم بدون خجالت حرفمونو با هم بزنیم. درسته محمود. درسته؟ خب هرچی دلت میخواد بگو. خیلی خب، پس گوش کن فرشته، تو تا حالا قلبت به خاطر یه نفر تاپ و تاپش زیادتر شده است؟ چطور؟ میخوام بگم وقتی آدم قلبش به خاطر یه نفر تونتر میزنه انگار همه بدبختی زندگی نداره کم بوداش یادش میره. اینجوریست فرشته؟ درسته محمود، محبت مثل یه چراغیه که تو هر خونه ای وارد میشه اونجا رو گرم و روشن میکنه. و حالا این محبت توی خونه بین دو نفر پیدا شده است و تنها توی که میتونی نفت این چراغ رو بیشترش کنی، هم خونه گرمتر میشه هم دو نفر خوشبخت میشن. محمود جون. جون منم از همون روزای اول که با شما ها آشنا شدم گرمی این محبت رو حس کردم. مدت هاست به خاطر به دست آوردن یه زندگی گرم شب و روز از خدا این آرزو رو میکنم. چقدر خوشحالم که تو زودتر گفتی. پس تو حاضر زن مرد بشی که واقعا دوستت داره و شب و روز به خاطرت عرق میریزه و زحمت بکشه؟ آره محمود جون، باور کن از خدا میخوام. آخ جونم، خدا رو شکر، قربون بزرگ جوارت برم، صد هزار مرتبه شکر. محمود جون من خودم میدونستم حمیدم منو دوست داره، آخرشم به وسیله تو از من خواسته گری میکنه. چقدر سعادت مندم، چقدر خوشبختم. محمود جون اجازه بده دستتو ماچ کنم، پاتو ماچ کنم. میدونستم که مثل یه برادر حاضری کمکم کنی. چیه محمود؟ مگه تو خوشحال نیستی؟ چی شده دفعه؟ هیچی، هیچی، از خوشحالی یه ماتم برد. تو مطمئنی حمید واقعا منو دوست داره؟ دوست؟ بله بله که دوست داره. تو بهترین دختری هستی که منو حمید میشناسی. حمید واقعا مرد خوشبختیه که با تو عروسی میکنه. خوش به حال حمید، خوش به سعادتت حمید که با یه همچین دختر به این خوبی عروسی میکنی.
خوشبال محمود چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ چیزی نیست، از خوشحالی گریه میکنم، از ذوقم. مگه تو خوشحال نیستی؟ دلت نمیخواد از خوشحالی گریه کنی؟ دلت نمیخواد با هم برقصی؟ یا نه بلنش برقصی؟ یا نه برقصی؟ یا نه برقصی؟ اینم سهم این یک ماه شما، 300 تومن بابت بدهیتون ورداشتم. میشه خواهش کنم چون ماه اول عروسی داداشی مثلا یه خورده خرجمون زیاد شده است، تله بدون از ماه دیگه کم بذارین؟ باشه باشه، اما به شرطی که ماه آینده بهانه دیگه پیش نیاد. گرفتی؟ بیا اینجا امضا کن. امضا کن بذار جون. امضا کن. انگوش بذارم؟ نه امضا کن جون. پر رنگش کن، پر رنگ کرد. محمود آقا دختر سامبل که اومده تو عیاد، همه رو خواسته، زود بیاین ببینید چی میگه. من میدونم چی میخواد بگه. هیکل سامبل کو برم نمیری آزارم واسه این سامبل موف کار کنه. والا هرچی کرایشی ببره بالا میارزه. آخلای من قربونی والا موف گرونست، اما انگار قیافش آشناست. خوب گوش کنی، امروز آخرین دفعه است که بهتون میگم، اگه تا یه هفته دیگه برای تجدید اجاره نونچا به محضر نیاین، حکم تخلیه رو که گرفتم عملیش میکنم. شما نمیتونی، قانون موجر مستعجل به شما اجازه همچین کاری رو نمیده. همشیره مگه این که ملکی شما نوساز باشه و مطابق اصول فنی ساخته شده باشه؟ نه این هموم خرابه. اصلا شهرداری اگه اینجا رو ببینه فوراً دستور داره رو سر صاحبش خرابش بکنه. ماشینش هم از ساختمونش خونه شده روشنی شه، بریم پولش بدیم. بریم پولش بدم. میان درستش کنم. نزنیم بزنیم کاپوتو بزنم بالا ببینم چه عیبی پیدا کرده. اطفال فاقشه، من فکر میکنم اطفال فاقش باشه. خانوم از بس حواستون دنبال بالا بردن کرایه است، دیگه متوجه پایین رفتن آمپر بنزین نیستی. ماشین بنزین نداره، چیزش نیست. لاستیک دونم پنچره است. اگه نیم ساعت صبر بکنید حمید میره براتون بنزین میخره، منم پنچره میگیرم. من مثل اینکه شما دو نفر قبلا توی قبرستونی دیدم. درسته، انگار ما هم شما رو همونجا دیدیم. من نمیتونم صبر کنم، کار دارم، با تاکسی میرم. بیا این پول بنزین، ماشین که آماده شد تو بیارش خونه. من؟ آره تو. بیا دختر این سویچ بده به خانم، ماشینم سالمه سالمه. خانم فرمودم بیاین تو یه چای بخوریم بعد تشریف ببریم. خانم چه لطفی پیدا کردن، خیلی خوب یه چایی هم میخوریم و میریم. بشینه خانم، الان تشریف میارن.
ماشینتون رو بنزین زدم و آوردم. ببینم بوده شانسی میاد یا شما جورش کرده بودین. نمیدونم چی بگم خانم. من خودم اغلب قمار میکنم، اما غیر ممکن میدونم ورقا خودشون اینطور جور بشن. شما حتما قمارباز حرفه‌ای هستید. اختیار دارین خانم، من یه بافنده ساده بیشتر نیستم. بافنده ای که انگشتش هم میبافه و هم میچینه. البته ورقا رو. یه گلاس مشروب با هم بخوریم؟ آخه من خواهش میکنم، یه گلاس مهم نیست. بیاین. از کجا به این خوبی یاد گرفتین بازی کنی؟ از پدرم. بچه که بودم همیشه بغل دستش میشستم. پس چرا از این هنری که داری استفاده نمیکنی؟ قمار که هنر نیست، بدبختیه. به هر حال انگشتایی که ازش طلا میریزه حیفه تو کارای کم درآمد فعالیت کنه. من قسم خوردم که دیگه تا آخر عمرم از این فعالیت‌ها نکنم. خیلی خوب، اما میتونی برای خودت با... والله این قیافه برای کارگری ساخته نشده. تو باید شیک‌ترین لباسا رو بپوشی و تو پول غلط بزنی. آخه چجوری؟ با همین ورقا. پول از من، انگشتای طلایی از تو. روزی 100 تومن بهت پول تو جیبی میدم و از هر بردیم یه سهم. دیگه چی میخوای؟ نمیدونم چی بگم. شما آدمو جادو میکنی. جادو نمیکنم، میخوام خوشبخت بشی. درآمد خوب، لباس شیک، یه ماشینم زیر پات. چه خبر سامون؟ مگه سر آورده ای؟ اون پرسیده که ایه؟ ممکنه بپرسم جناب عالی کی باشن؟ از کدوم طویله اومده این؟ من ارباب شما هستم، اگه خوب نگاه کنی بهتر منو میشناسی. ببینم حضرت عالی قبلا تو گداخونه نبودی؟ اشتباه میکنی. نفهمیدم توپدال کدوم ماهی زدی؟ ناقلا چه اینقدر نو نوار شده ای؟ بانک نزدم. آخه صبح که رفتی تو ماشین، ای همون ماشین دختره؟ از امروز من کارمند همون دختره هستم، واسش کار میکنم و حقوق میگیرم. تا کار چی باشه؟ نکنه زرسیه بابات استفاده میکنی؟ نه مطمئن باش، من قسم خوردم که دیگه قمار نکنم، اما با این انگشتام کار میکنم و پول خوبم میگیرم. با انگشتا؟ فقط با انگشتا. رو کنین کارای شاه. مال من میچربه. با اجازه آقایون جمعش میکنیم. این قمار بازی نیست، حق بازیه. ممکنه بفرمایین حقه این بازی کجاشه حضرت آقا؟ من نمیدونم، اما دلیل نداره. هر دفعه که من کاری بی بی میرم این آقا کاری شاه میره، کاری شاه میرم آقا کاری آس میره. این جز حق بازی چیز دیگه ای نمیتونه باشه. شب بخیر، بلند شو بریم. شب بخیر. شب بخیر. من واقعا به قدرت پنجه های شما ایمان آوردم. اما جون من بی جهت تعریف نمی کردم. من تا با چشمم نمیدیدم نمیتونستم باور کنم. این همونیه که من میخوام، یه عمر دارم دنبالش میگردم. از این به بعد شما بهترین دوست من و برادرزادم افسانه خواهید بود. و اگه حرف منو گوش کنین، قول میدم در مدت خیلی کوتاهی صاحب ثروت کلونی بشین. حمید نه تنها پسر حرف شنویه، بلکه شریک زندگی آینده منم هست. از امروز سرمایه از من، دعوت دوستای پولدار احمق از افسانه و دست و پنجم از شما. بطور گلاس ها رو به سلامتی تشکیل شرکت جدید بنوشید. خیلی خوبه. به سلامتی. سلامتی. بعد از هر بازی مبلغی که عایدمون میشه به طور عادلانه دو سومش متعلق به من و دوستانم و یک سومش هم مال شما دو نفر، بین خودتون تقسیم کنین، چطوره؟ خوبه عمو جون، من و حمید قبول میکنیم، به شرطی که از برداشت امشب من و شما سهمی بر نداریم. بسیار خوب، درآمد امشب یک جا متعلق به حمیده. تا فردا شب خداحافظ. خوش باشید. خداحافظ. با اجازه، شب بخیر. باشه، درآمد امشب رو قبول میکنم، اما میدونین این طرز تقسیم غیر عادلانه است. درسته، صبر کن یه مدتی بگذره، اونطور که دلت میخواد با عمو جون کنار میاییم. خیلی خوب، الان برمیگردم. ساعت 12 شبه، اجازه میدین مرخص بشم؟ همشیره بیا قضامون بخوریم، بالاخره کارش که تموم بشه میاد. آخه این چیه که تا این وقت شب طول میکشه؟ خب لابد یه کار پردنگ و فنگداری است که هنوزم مشغول است.
بیا غذا رو بخور میادش. تو اون نیاد نمیتونم غذا بخورم. سلام. سلام و لا لا. سلام عزیزم. معذرت میخوام اینقدر دیر کردم. معذرت فایده نداره. باد قهرس. دستشو ببوس دیگه همینقدر دیر نیا. چشم. دستشم میبوسم. مخلصشم هستم. چه کاریه که فقط شب باید انجام بدی؟ خب شب کارت دیگه. یه افکار میکنه یه هفتم روز. اونم با انگشتاش. خیلی مشکله. اگه همینطوری پیش بریم تا چند وقت دیگه میتونیم چند تا کازینو دایر کنیم. خانم معظم تشکر نمی کنی که همچین جواهری رو گذاشتم تو دستت. چند دفعه ازت تشکر کنم. امشب بازی خیلی طول کشید. برو یه جوری از سر میز بلندش کن. خیلی خوب. حمید جون تا اینو بازی تموم شده بلند نمیشی؟ اگه آیون موافقت کنن من حرفی ندارم. ما تازه گرم شده. اگه اجازه بدین تایم بازی رو بذاریم تا ساعت 2 بعد از نیمه شب. مثل اینکه شما دو نفر خوابتون گرفته. لسه بعدی خدافظ. بیایم بچه ها. خب به منم اجازه میدی برم؟ مگه نمیخوای بخوابی؟ نه امشب بذار زودتر برم. نه فقط نه. حالا فهمیدم همین شبا چقدر زحمت میکشه. بیچاره شوهرم حاضر نیستم به خاطر من شب و روز زحمت بکشه. تو دیدیش کار میکرد؟ آره همشینه. دروغ که نمیگم، با چشمای خودم دیدم. اونم حیوانه توی اتاق تاریک. اگه اومد ازش خواهش میکنم دیگه شبا کار نکنی. آره بگو که فقط روز کار باشه. اما من محکم بهش میگم که دیگه شب کارشو بذاره کنار. معنی نداره آدم بره توی اتاق تاریک. بیچاره چه خسته است. اومدش. سلام محمود جون. سلام عزیزم. سلام. امشب خیلی چیزا واسهتون خریدم. بیا این کفش برای تو. و اینم دستبند طلا. انگشتر طلا. ساعت طلا. چطوره؟ اینم الله که بندازی گردنت. خدا همیشه حافظت باشه. خوشت میاد عزیزم؟ آره. راستی این کچلورم برای محمود جونم خریدم. ایشالله که اندازت باشه. بگیرش. دست شما درد نکنه. مخصوصاً انگشتاد. اینا رو چه وقت خریدی؟ الان چه مغازا بسته است؟ سر شب خریدم گذاشتمش تو ماشین. محمود لباساتو بپوش ببین اندازت یا نه. خیلی خوب. الان میرم تو اتاقم میپوشم. شب بخیر همشیره. شب بخیر. بیا فرشته جون ببین چقدر واسات پول آوردم. نگاه کن. بیا کمته اینم بگیر. اینم یه دسته دیگه. بیا. خدای من این پولا رو از کجا آوردی؟ بی خود که تا این ساعت کار نمی کنم. حمید لباسام پوشیدم. بیا ببین اندازه مست. الان میام. پولا رو بشمار ببین چقدر عزیزم. خب پوشیدی؟ دیدم اندازه نیست. تیکه تیکش کردم. چرا همچی کردی؟ میگم چرا همچی کردی؟ به درد من نمیخوره. نخواستم جلو فرشته این کارو بکنم که خاطرش رنجیده بشید. چی میگی؟ مگه چی شده؟ این کچلوار چه عیبی داشت؟ یواش حرف بزن زنت متوجه نشه. خودت میدونی با چه پول اینا رو خریدی. خب معلومه با کار کردن این پولا رو به دست آوردم. دزدی که نکردم. پول پیدا کردن از راه حق بازی کل گذاشتن سر مردم بدتر دزدیه. پول رو که تو اینجوری به دست میاری به درد منو فرشته بیچاره نمیخوره. بهتره بذاری به حساب یار تازت. دهنتو ببند. اینقدر مزخرف نگو. باشه دهنم بردم که فرشته چیزی نفهمه. اما آخرین حرفم بهت میزنم. امشب اومدم تو اون خونه لعنتی و همه چیزو با چشمام دیدم. میز قمار، بسته های اسکناس و جنس های رنگ و روغندار. بعدش هم چراغ اتاق که خاموش شد. ممکنه بتونه زن بیچاره گول بزنی، اما من دیگه گولی تو رو نمیخورم.
این پولا نه تنها به درد من نمیخوره، بلکه از گلوی فرشته بدبختم که تا این وقت شب به انتظار نشسته پایین نمیره. این پولا چرک خون که سیفتره مثل گوشت سگ حرومه. این پولایی که از راه قمار و فریب دادن مردم بدبخت به دست میاری و به حساب کار و زحمت میذاری، شایسته همون دوستای تازه و با شخصیتت است، نه من و فرشته بیچاره از همه جا بی خبر. میسونم. میتونی بزنی اما نزن. گوش کن فرشته، همه چیزو گفتم، دیگه چیزی نمیخوام بگی. بیا پول و جواهراتت مال خودت. من این پولا رو نمیخوام، نمیخوام تو سرتون بخوره. بشین. معنی این کار چیه؟ خودتون بهتر میدونین. من دیگه نمیتونم تحمل کنم. چرا باید تمام زحماتو من بکشم و جناب علی دو سومشو صاحب بشین؟ دلم میخواد بدونم این وضع تا کی باید ادامه داشته باشه. تا ابد. من و تو با هم قرارداد داریم. اگه شما منو نمیشناسین، برادرزادم افسانه بهتر منو میشناسه. من این توهین شما رو هرگز نمیبخشم. برای من هیچ فرقی نمیکنه شما کی هستین. اگه میخواین ادامه بدین، باید در قراردادمون تجدید نظر بشه. اما میترسم تو این تجدیدی رفوزه بشی. اگه زیادم اصرار کنی ممکنه شناسنامتم باطل بشه. بلنشین بریم. عزیزم فکر نمی کردم انقدر دل و جرأت داشته باشی. حالا که دیدی از همین امشب برای خودمون کار میکنیم، چرا نکنیم؟ چرا این همه پولی که در میاریم مال من و تو نباشه؟ باشه، طوری تو دلت میخواد. من به خاطر عشق تو حاضرم دست از همه چی بکشم، حتی عمو. اوه عزیزم، دلم میخواد واقعا به قولت وفادار باشی. قسم میخورم. متشکرم، متشکرم. حالا چطوره به سلامتی شرکت دو نفریمون یه مشروب حسابی بخوریم؟ موافقم. بیا. از وقتی این دختر اومده تو زندگیش، من و تو دیگه براش گم شدیم. حتی نزش مجده یه پدر شدنشو بهش بده، مجده ای که هر مردی آرزو داره از زنش بشنم. مبارکه. انشالله حمیدم رفتارش عوض میشه و پدر خوبی برای به چشم میشه. کاش هیچ وقت این بچه به دنیا نیاد. این حرفو نزن. اومدن و نیومدن بچه دست من و تو نیست، دست اون بالا مال آس. دیشب همش عوض خواب فکر میکردم. بالاخره فکرم به اینجا رسید که تموم بدبختی از زیر سر اون دختر صاحب ملک کارگامونه. خلاصه از روز که حمید باکش بنزین کرد رفت خونش، ورق برگشت و حالا من تصمیم گرفتم اگه به قیمت جونم تموم بشه باز ورقو برگردم سر جاش. چجوری محمود؟ چجوری نداره همشیره، همونطوره که اون حمید چنگ ما گرفت، باید ما هم اونو از دستش بقابیم. حالا اگه نقشه جیمز باندی ما دوست داری، امشب راحت بخواب، فردا صبح دوتایی میریم خونش شروع میکنیم. اون وقت ببین من چجوری پدرش رو در میارم. برو کنار. بوغ بی بوغ، بوغ زدن قدقن نیست. این احمق همون دوست تو نیست؟ اسم من احمد نیست، محمود است. اون دختره کی باش؟ زنمی. اگه نگفتم اینا رو باید ترکشون کنی. با من چی کار دارین؟ چرا ولم نمی کنی؟ من شما رو خیلی وقت از ول کردم، اما زنت نه. باید همین حالا تکلیفش معلوم بکن. تکلیفش معلومه؟ مگه یه زن از شوهرش چی میخواد؟ پول و خرجی. بیا اینم خرچه یه ما. خیال کردی زن تنها برای پولش بودش زندگی میکنه؟ خیلی میفهمی هر بابا. پول رو بده به همون بغل دستید که بعد از دهنش که میتونم چهار تا فوش آبدار بدون نظار بکنم. حیف نیست خوردش بکنین؟ اگه نری کنار هر دوتون رو زیر میگیرم. هر دومون خوب نیست، بهتر من تنها رو زیر بگیرید. الان میدونم چجوری ردشون کنم. زود برو آشپز و راننده من رو بیار اینجا. محمود بی بریم، بی فایده است. من تا فایده نداشته باشه از اینجا نمیرم. وای میسم آقا خیلی ببخشین،
حمید به من نگفته بود که ایشون خانومشون هستن. من معذرت میخوام، بفرمایین تو. خواهش میکنم، خواهش میکنم، بفرمایین تو. جونش به همینجا خوبه ایسه، ما چای خوردیم؟ ممکن نیست، من ندونسته به شما توهین کردم. تو پذیرایی نشین نمیذارم از اینجا برین. خدا از بزرگی چمدون نکنه. پذیرایی میخوایم چیکار؟ فقط شوهری خانوم بدیم ما ورده ببریم. خیلی خوب، بیاین تو با خود حمید صحبت کنین. اگه مایل باشه بیاد، من حرفی ندارم. خواهش میکنم، بفرمایین تو. باشه بیا برین تو، بعد دعوتشون رو قبول نکنیم. اما نهار خورده ایم. اختیار دارین. خواهش میکنم، بفرمایین. خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم. چه نهاری ترتیب داده هرون؟ ما که گفتی غذا خوردیم. نه جون شما، ممکن نیست بذارم غذا نخورده از اینجا بریم. سفره رو پنگ کنیم. خانم چادرتون رو بردارین، راحت باشین. آخه هست خر کوتاه مرد که پده سوخته به چادر نماز. یکی نامه اول یادتا کلوزا اینجوری مهمون دعوت میکنین. نه رو اینجوری مهمون دعوت میکنین. یالا بلند شو بریم، بلند شو تو، دو تا چوب نساره نکرده. بلند شو یالا بینم دست زن تو بگی بریم. بوده بینم به خرافاتی نیستم، اما کم کم دارم قبول میکنم که این دختره حتما حمیدی بیچاره رو جادو کرده است. والله نامردی نیست به شب از پهلو زنش فرار نمیکنه و بره یهو پیش فاسقش. حمید دیگه از ما فراری شده، برای همیشه رفته، دیگه هیچ وقت نمیخواد پیش ما برگرده. بهتره تو بیای بری مشغول کارت بشی. میدونی به خاطر حمید چند وقت نمیتونی به کارت برسی؟ قصه کار من نخور. با اینکه مغروزم و ممکن است به زندون بیفتم، اما تا تکلیفش رو معلوم نکنم ولکن نیستم. اجازه کی وارد خونه شدی؟ با اجازه خودم. برو بایست اونجا ببینم خانم. این دفعه اومدم درست حساب پدرتون رو درارم. با این رفیقا هم میخوام سنگام واچینم. گمشو از اینجا، برو بیرون. والا گردن کل افتاد، نمیخوای خبر کنین؟ بی خیالش، قبلا حسابی یکی یکیشون رسیدم. دو تاشون تو آشپزخونه ناشتای کوف میکردن که یهو غافلگیرش کردم، در از بیرون قفل کردم. یکیشون هم رفته بود خلاف ادب، دیدم جاش آب و هواش خوبه، همونجا زندونش کردم. جای شما خالی. احمق بی شعور. با جد آباده دونید، من از اون اصفهانی نیستم که فوش بدم و فوش بسونم و یه هم میذارم رو زمین پهنتو میکنم. خب حالا که خیالتون از گردن کلفت راحت شد، اجازه میدین آقا رو با خودم وردم ببرم؟ حمید دیگه هیچ وقت پیش شما نمیاد. چرا میاد؟ هیچ وقت زن مهربونش ول نمیکنه بیاد شما رو بچسبه. حالا زنش هیچی، حمید یه موی منو چه رفیقشم نمیده و صد تا مثل شما رو بسونه. حمیدش بگو تا خجالت بکشه. جون من بهش بگو که منو چقدر بیشتر از اون ضعیفه دوست داری. ده بگو دیگه. خوب خیت شدی؟ حالا دیگه گورتو گم کنه از اینجا، برو بیرون. باشه قبول کردم. یعنی معلوم شد که شما رو زیادتر از من. بالاخره شما یه خاصیت داری که من ندارم. اما من مطمئنم حمید دیگه نمیاد زن قشنگشو که چند ماه دیگه سابیه به چه ناز نازی میشه ول کنه و شما رو به چسبه. خودش میدونه اونا چقدر با حضرت علی فرق دارن. فرشته ها به چشک هنوز به دنیا.
مثل گلای صحرا پاک و دست نخوردن. اما اگه رنگ روغانه که تو این صورت به کار رفته با آب شسته بشه و این لباس را از تنت بیرون بیارن، میشی درست عین یه وزق، عین یه عروسک خیمه شبازی دستبال شده که باید کم کم انداخت توی سطل خاک رو به درست. حمید اگه حرفای من قبول کردی بلند شو بریم. بلند شو حمید جون، میدونم رو مزیمی نمیذاری، بلند شو الان تو خونه فرشته بیچاره منتظرته. بس بریم. حمید هیچ وقت با تو نمیاد، خودش مدتی فهمیده زندگی یعنی چی، فهمیده توی خونه همه چیز براش فراهمه، پول، عشق، از همه مهمتر قلب من که همیشه در اختیارشه. مگه عقلش کم شده بیاد دنبال تو؟ تخت کن دو کنه دو، عشقیه من چنده است، اونم عشقای امروزه، فوتش کنی باد میبره. کدوم قلب در اختیارش است؟ همون قلبی که هر گوشش اجاری نفره است؟ تو تا وقتی عاشق حمید که برات استفاده داشته باشه، اما به من که بدون مفت برات گرونه است، با یه تیپ از خونه میندازش بیرون. درست است؟ این تنبی میره درست است؟ درست است؟ زبونش لال است، نمیتونه جواب بده که. بده من دست ده حمید بریم. بده من. حمید با تو نمیاد. چرا میاد؟ بده من دست ده. گفتم حمید با تو نمیاد. گفتم میاد. گفتم نمیاد. گفتم میام. گفتم نمیاد. گفتم میام. نمیاد. میام. نمیاد. میام. نمیاد. میام. نمیاد. میام. خدا هست. میمونه میشم از دست شما. ملاحظه فرمودی؟ بازم وایسدی از رو نمیری؟ شانوه آخرش خوشید. زود برو بچه ها رو بیار بیرون. چشم پانم. همین با زبون خوشبخت بریم. یالا را بیو ببینم. نمیذارم ببریش. برو گم که ضعیف پدر بخز بونم. یالا گم. نذارین این احمق از اینجا زنده بره بیرون. باجم خیالت رسیده. میکشمت. بله بخونی. بخونم مکردی بره دیگشتم. بازش بده این وقت. یکی بکردی یکی بندازینش بیرون. برگاه شویم. خودشه، خود خودشه. خسته نباشی محمود آقا، نشونی تو از خانم حمید آقا گرفتم، گفت اومدی اینجا. البته نگفتم چی کارت دارم آقا، خاطر جمع با. خب چی کارم داره آقا عبدال؟ والا من فقط پولمو میخوام، هرچی سب کردم نه واسم کار کردی نه طلبمو دادی. خب حالا اون لابد ورقه جلبم استدیو میخوای بفرسیم یه ایلاق. نده. شما حاضری طلب آقا رو بدی؟ حاضرم بدم، اما حالا ندارم، اگه داشتم که زندونی میافتادم. خلاصه ما به خاطر دوست به این روز افتادیم، به قول شاعر هرچه دوست رسد نیکو رسد. ولش کن داشت قصهش نخور، خدا بزرگه. من فقط قصه همشیره رو میخورم، بی انصافا حتی نزدش ند، اقلا یه خبری بهش بدم. الان نمیدونم کجاست، نمیدونم والله نمیدونم. برادرم الان مدتی قیبش زده پیداش نیست. دو ماه همش همین حرفا رو میزنی. خلاصه اگه تا هفته دیگه اجاره خونه ندی جلو پلاسو میرزم بیرون. الو. من فکرامو کردم افسانه، بالاخره مجبور شدم به خاطر تو که همین اشتاری در قرارمون تجدید نظر کنم. عمو جون حمید میگه من در صورتی با شما همکاری میکنم که از درآمد دو سهم متعلق به من و حمید باشی، یه سهم مال شما باشه. با این که برام مشکله به خاطر تو قبول میکنم. عمو جون خیلی متشکرم. راستی یه از دوستان دمکلفت رو دعوت کردم خونه خودم، به حمید بگو خودشو آماده کنه، بازی خیلی کلونیه. چشم عمو جون، شب بخیر. مجبور بودم اما بلایی سرش بیارم که دیگه از این پیشنهادا نکنه. فردا شب چطوره؟ شب خیلی خوبیه. عمو میگفت بازی امشب خیلی کلونه، دلم میخواد خیلی ببری حمید. خانم یه نفر با شما کار داره.
کار داره؟ یه خانم اومده با آقا کار داره، گفتم نیستن، گفت پس میخوام با خانم صحبت کنم. رفتم که حموم کنم. کی بود؟ چی کار داشت؟ میخواستی کی باشه؟ گدا بود، ردش کردم رفت. عجب گدایی سمجه این برر. ای سیما، مریم، چه خبرت؟ تو حیات اینقدر داد میزنی؟ باز همون گدای پرموده است. برو یه تیکه نان بهش بده، بگو میخوای بخوا، نمیخوای نخوا، من پول ندارم بدم. گردن کلوف اسکناس میخواد. برو یه تیکه نون بهش بده و بیا. بیا این نونو بگیره دیگه. ای وای فرشته. سلام مریم جون. سلام فرشته جون، تو این معذرت میخوام، کجا بودی این وقت شب؟ مریم جون میبخشی که ناراحتت کردم، چون غیر از تو هیچ کس رو ندارم. گدا حرفش بده. شوهر خواهرم میگه گدا نیست آقا، ماشاءالله دوست سابقمه که با هم درس میخوندی. آها ببینم، پسری یا دختره؟ آه عجب آدمی هستی، دوست دخترمه. پس تعارف کن، بگو بفرما منزل سره. خیلی خوب فرشته جون، زود باش بیا ببینم چی شده. مثل این که امشب شانس خودتو از دست دادی. آه، بالاخره برمیگرده. بشه سر زارتون. اجازه. یه کارت. بشه 200,000 تومان. اجازه بدید اول موجودیمو ببینم. اشکالی نداره، موجودی کافیه. سفره لای دست چکه آقا رو ببینیم. بده بینم. احمق بیچاره، به خود ما هم داری کلک زنی، واقعا که خیلی پستی. بالاخره نتونستی با ما دوستانه بازی کنی. دست مازه تقلبشو بدین، زود بشه. بلا شو اینا میزنیم. هر اندازه پول بخواییم من بهتون میدم، خواهش میکنم. بامشو از دوله من جناب سربان، خواهش میکنم، چون یه نفر در خطره. بذاریم ببینم، اگه به من بگی با کدوم دستت ورقو عوض کردی یه جایزه بهت میدم. نمیگی؟ خیلی خب بچه ها جایزشو بیاریم. گمونم دست راستت بود که میخواست من حق بزنم. الان خدمتی بهش میکنم که دیگه هرز نباشه. امو جون خواهش میکنم دیگه حسیتش نفتیم. با خودش کاری ندارم جونم، انگشتای شیطونشو تنبیه میکنم. وایسه تماشا کن. چی کار میخوایی بکنی؟ نه خواهش میکنم. نه این کارا نکنی. نه این کارا نکنی. نه شرما. آقا عبدالله تو خیلی خوب آدمی هستی، اما فهمیدم چرا آزادم کردی. برای که تعطیل کارگاه ضررش بیشتر از موندن من تو زندون بود، درسته؟ به هر حال حاضری مطابق قرار قبلی واسم کار بکنی یا نه؟ آره شب رو کار میکنم تا بتونم قرض قلاجی تو رو بدم. فعلا باید فرشته رو پیدا کنم. مهم نیست مریم جون، تحمل میکنم بلکه زودتر فارغ بشم. حالا تو هیچی، من از اینا که چند ماه زحمتشون میدم خجالت میکشم، مخصوصا حالا که شوهر خواهرت مریض. شوهر خواهرم مریضه، من و خواهرم که سالمی. با جون دل خدمتتو میگم. فرشته جون این چند ماهه که اینجایی برای ما هیچ فرقی نکرده، اینقدر خودتو نخور. برو در مسیح اگه دردت گرفته بگو تا زودتر یه فکری بکنم. بله خاخور جان، واقعا اگه بچه ایراده کردی بیاد خجالت نکش. بو متشکرم، فقط از خدا میخوام زنده بمونم که بتونم یه روزی زحمت های شما رو تلافی کنم. اختیار داری خاخور جان، وظیفه ما بوده. حالا تکلیف بچه چیه؟ بالاخره میاد یا نمیاد؟ این فضولی ها به تو مربوط نیست. من
فرشت خانم بس دیگه، بافتنی رو بذارش کنار خسته میشی. مریم جون یه لیوان آب بده من. یه چیخه آبم با من بده، من دارم کباب میشم. تموم شد، بالاخره باید کار کنم و خرج خودم رو درارم. مگه ما مردیم که یه لقمه نون نتونیم به تو بدیم؟ من که فعلا دارم میمیرم، این آنفولانزای بی صبر منو ولی میکنه. آب بیارده نیا، کدام طرف داری میره؟ نیا بیا فرشته جون. مریم جون این بلوزو بده خرازی فروشی سر کوچه، بگو قیمتش مثل اولی 50 تومانی، پولشو بگیر پیشت باشه. وای زنگ خطر، نه زنگ خطر. چی چرا دردش بودو به ما نمیگفت؟ دراز بکش ببینم. بودو ننه حسین رو خبرش کنی. ننه حسین کیه؟ مگه دیوانه شدی؟ دیدی با چه اول مال چوری خفا کرد؟ آخه اینو مگه تو من ننه حسین حرفا به تو مربوط نیست. به یالا بلند شو، تو جلو پلاس تو چمو تو تا خوش من چرا برام اونو تا اونو رو بعد کن مریض برو اونو تا بابا بگی زیادی نکن. بلند شو، هیچ معلوم اصلا یه سر بخور دیگه، میخوای چند روز کفه کنی اینجا؟ دکتر گفت بیسی میشه دیگه. بابا برو ببینم. سلام ماما. سلام مامان جون، نهار حاضره؟ آره مادر، تا نهارت حاضر میشه بود و این بلوزو بده خرازی فروشی سر کوچمون، بگو فرشته خانم دادن، 50 تومنشو بگیر و بیا، میخوایم بدیم به ننه حسین قابله. بود و قربونت. چشم ماما. یاد کن مگه بکنه کمر من پشت گیره. آخه دختر جوان بوری تو ما کوری ها؟ ننه حسین کو؟ ننه حسین نیست، همسایه‌شون میگفت یه هفته زندونی. نگفتم ننه حسین قاتل بچه هست؟ نگفتم فوری بپر دنبال ننه حسین بودو؟ من خونه‌شو بلد نیست. خیلی خوب، پس تو مواظب فرشته باش، من خودم میرم ننه حسن رو میارم. هیچی نگو فرشته جون، الان میام. تام نخوابی یا ببین چی میگم. بودو برو بالا پشتمون، از اون بگو تا این دختره زودتر فارغ شه. مامان چی مربوطه؟ این دختره کیه داره میاد؟ فکر میکنی چی تو دستشه؟ بچه هست، شاید به دردمون بخوره. بینم دختر جون چی داری؟ بلوزه میخوام بدم به خروزی فروش پولشو بگیرم. ما خودمون یه پا خریداریم، چه بلوز قشنگی، بپوش بیا اندازت سایه. تو باشته جلشو. آره اندازمه، همینجا واسه تو پولشو بیارم دختر جون. اینجا تکون نخوری یا الان وسط میاره دختر. الله اکبر الله اکبر. چی شده دختر؟ هیچه، این بیتفره یه بلوز داشته، میخواسته ببره بفریسه و پولشو بده به ننه حسن قابله. دوتا بچه این نابسم الله بلوزشو قافیده رو گر رفته. اشهد ان لا اله الا الله. وای خدا جون، دارم میمیرم. مریم جون ناراحت نباش، الان ننه حسن میاد. فرشته چی شده؟ والا این دختره یه بلوز دسته، میخواسته ببره بفریسه و پولشو بده به ننه حسن قابله. دوتا بچه نابسم الله بلوزشو میقفن و در میرن. چی تو شده آقا؟ والا این دختره یه بلوز داشته، میخواسته ببره بفریشه و پولشو بده به ننه حسن قابله. دوتا بچه این بسم الله بلوزشو میقفن و در میرن. دختر جون پول بلوزه چقدر میشه؟ نمیتونم آقا، مادرم پولشو بده ننه حسن میخواد. خیلی خوب، قصه نخور، بیا بریم، هرچی مادرت گفت من بهش میدم. منم با مادرت میگم که بلوزه خریدم، بیا بریم. خیلی خوب. اشهد ان لا اله الا الله. برو دختر جون پای. بفرمایین تو. نه دختر جون، برو مادرت بگو بیاد اینجا. مادرم رفته قابلمه بیاره. قابله نه قابلمه. همین که شما گفتی. بفرمایین تو، الان مادرم میاد. چدم اومده باشه بفرمایین. آخه خوب نیست من گردن کلوف بیام. همین که بشینید الان مادرم رو صدا میزنم. بفرمایین. مادر مادر، خاله مریم. چی شدی خاله؟ قابله اومد؟ شما؟ من قابله نیستم، قابل هستم. پس چه فرمایشی داری؟ والا اومدم ببینم قیمت بلوز این بچه چقدر میشه. اجازه بدیم برم از صاحبش بپرسم. حالا میشه خودم بپرسم؟ نه آقا، تو اون اتاق زاو داریم، نمیشه. زاو؟ بفرمایید شما برین تو اون اتاق مشغول بشین. چی شده؟ مادر این آقا اومده پول بلوز رو بده. من از بلوز این بچه خوشم اومده، اومدم ببینم چقدر باید تقدیم کنم. 50 تومن، اما چون مال یه زن مریضه شما 60 تومن بدین، ثواب داره. باشه، حالا چه مال مریضه 100 تومن میده. خیلی ممنون. خداحافظ شما. خداحافظ. خاله مریم خداحافظ شما. خداحافظ. اسم تو را از کجا میدونه ور پریده؟ والا چه میدونم. خداحافظ. به سلامت آقا. اگه دفعه دیگه دوزده بولیز دوزیدن هم بازم من خبرم بکنم. خیلی شوخی میکنم، مادرش دوزده ندازن بولیز دیگه. او گردن کلوف، تو با بچه چه کار داری؟ چرا بچه را میبوشی؟ من با بچه کار ندارم، با مادر بچه کار داشتم.
نبا میدم با عیال بنده. چی میدونم عیال شما بود یا عیال بنده. بابا این آقا 100 تومن به مامان پول دادن. نفهمیدم 100 تومن پول به مادر تو داد؟ جوان مردی جغله، الان کله تو رو داغم میکنم. راست بگو بینم با خاطر چی 100 تومن پول دادی ها؟ بزنم بزنم که بزنم. خب این سبر کردی بابا، من 100 تومن بابات بلوز دادم به عیال بنده، عیال شما، فهمیدی؟ من معذرت میخوام، کار ثوابی کردی. آشاد و آجان میتوانی یه کار ثواب دیگه بکنی یا نه؟ والا تا چه کاری باشد؟ نکنه بلوز تو رو هم دزدیدن؟ نه قربان، یه زنی اینجا دارد فارغ میشد، منم مریضم حال ندارم، به خاطر اینکه این زن زودتر فارغ بشد بیا بالا دو کلمه ازن کمک بنده بگو و سلام. آره آقا شما ازن بگی. خیلی خوب، راه پشت بس کنون دنبال من بیای. الله اکبر الله از اون میده. تا حالا که آقا ماشاءالله بود لابد اومده باز خوابیده. یه دفعه بهش گفتیم یه کاری بکن. آره یه نفر دیگه است، همونه که بلوزتو خری. خوشنوز مریم جون، پرده رو بزن کنار. محمود! شما چیه آقا؟ شما محموده؟ بله. کی بود منو صدا زد؟ فرشته خانوم بود. شما فرشته رو میشناسی؟ فرشته؟ خدای من چی دارم میشنوم؟ وایسی اومدم. اوه فرشته جانم خدا رو شکر. چه خبره؟ برم مردنه رو اتاق زنانه؟ پس من چرا را نمیدم؟ فرشته، فرشته خواهرم، چه کمک خدا به من کرد که پیدات کردم. الحمدلله. این دختر بیچاره همیشه اسم شما رو به زبون میاره. فعلا راحتش بذاریم تا انشالله فارغ بشه. چرا اینجا فارغ بشه؟ باید ببریش مرخونه؟ خانم قابله میگه فردا پس فردا فارغ میشه. خانم قابله قلب کردن. هیچ آدمی عاقلی امروز سرنوشت دوتا انسون رو نمیده دستی قابله های زیوار در رفته. الان برم تاکسی بیارم میبرمش بیمارستان. سب کنو بگم. آها همینجاست. سلام. اتاق فرشته خانم گیدن کوچیدن ای زیدی کدامه؟ تو همین راه رو دسته. اما فوخش ممنونم. محمود هیچ وقت بندزه ای حال خوشحال نبود. خودتو رو برای کمک من فرستم. با اجازه. سلام عرض میکنم. سلام. سلام یه بیشی بازم سلام عرض میکنم. فرق شدی؟ الحمدلله. همین یه دنه بقیه شو از تو ترسیدن نمیدن. خیلی خرج کردی، چرا قد گل خریدی؟ حوضش پس قمکس چخنده ای میگونی؟ آقا ماشالله و خانمش و مریم خیلی کمکم کردن. اگه اینا من تو خونشون را نمیدیدم حتما تا حالا خودم کشته بیدم. حتی یه بار آره یه دفعه میخواست از بالا پشتمم خودشی بیندازه پایین که من گرفتمش، اما نصیب بود خودمم بیفتم پایین. بیچاره فرشته خانم خیلی صدمه کشید. دیگه بعد از این نمیذارم به همشیرم بعد بگذره. شب رو کار میکنم تا خودشو به چش راحت باشم. کاش یه ذره غیرت تو رو همین داشت. نه ماه هیچ خبری ازش نداره. الو توی عزیزم، تو چند دقیقه دیگه حاضر میشم؟ ماشینو بیارم یا نیارم؟ نه عزیزم، با ماشین خودم میریم. پس من حرکت کنم؟ آره عزیزم من حاضرم. بازم امشب میخوای بری بیرون؟ چی کار کنم؟ نمیتونم که همش بشینم تو خونه قیافه تو رو تماشا کنم. زود برمیگردم. آره مثل هر شب نزدیکای صبح برمیگردی. به تو چه مربوطه؟ من که نمیتونم به خاطر تو از گردش و تفریح خودم دست بکشم. افسانه، افسانه، تو رو خدا امشب بمون تو خونه، با هم مشروب میخوریم، آهنگ گوش میکنیم. میدونی الان چند ماه دیگه به من اعتنا نمیکنی؟ خودت میدونی جای مشروب کجاست. برو بریز بخور. و تو بری با یه نفر دیگه مشروب بخوری؟ امشب نمیذارم از خونه بری بیرون. چند دفعه بهت بگم تو کارای من دخالت نکن. من با هر کس خواستم میرم و هر وقت دلم خواست میام خونم. تو همینقدر باید ازم ممنون باشی که تو خونم ازت نگهداری میکنم. کی منو به این روز انداخت؟ کی باعث شد دست من فلج بشه؟ کی منو بدبخت و خونه نشین کرد؟ کی منو وادار کرد زن قشنگمو از دست بدم؟ خودت خواستی، به من چه مربوطه؟
نمیذارم. تو باید امشب تو خونه پیش من بمونی. خیلی خوب بچه ها بیاین. دیگه نمیخوام این آدم توی خونه باشه. دانشو سلام. سلام عزیزم. خیلی قشنگ شدی. منو با این وضع ببینی چی شده؟ بدون که به عرضو رسیدیم دیگه تموم شد. بله تموم شد، به عرضوی من رسید. ای خدا افتاب رفت من نماز من نخنده. ای خدا جیا چی تموم شد؟ مغازری که میخواستیم اجارش کردیم، همه الان از محضر برمیگردیم. آقا ماشالله میدونید ده بگوی زود بشه آقا ماشالله. زود باشه نارم نشون بده. بفهم خانم اینجا بول بقیه اینجا بفهم بسید نمیم بولن شو برون پشتری را بنداز بولن شو. شب بخیر آقا ماشالله. شب بخیر محمود جان، قربان تو برم. سلام محمود آقا. سلام خاله جون. خاله چی داری؟ نفهمیدم کم کم خاله مریم خاله جان شد. چه عیبی داره آقا ماشالله، من و خاله دیگه این چیزا رو نداریم جه. نه خیر، خیلی هم از اینجور چیزا داریم. یلا برو بگی تو اتاق بگی بخواب بوده ببینم. قد بالاش نگاه کن شیطانه. میگه بزنم. کی گفته تو تا این وقت شب بیدار بمانی؟ کی گفته؟ لابد بیدار مونده تا من بیام. ای بو خدا عصبانی میشم. آره آقا ماشالله، اگه به زمین بری به آسمون بری این نون زیر کبابت مال منه. ای پسر من عصبانی نکن. تو مگه آسمان بری زمین بیای؟ خاله مریم مال من. خاله مریم مال تو. زن خاخور منم هست. شما چرا زن؟ اصلا خاله جو اینجا اومدی چی کار؟ مگه نمیده شوهر خواهر چقدر غیرتی است؟ آخه امشب یادم رفته بود تنگ آبو بالا سرتون بذارم. فرشته خانوم خودشون هر شب تنگ آبو میذارن بالا سرم. چرا فرشته خانوم؟ من باید این کارو بکنم. خیلی خوب، از فردا شب شما بذارین بالا سرم. آهای مریم. ای وای چه بند شده.
وای صدا آقا ماشاءالله خاله جون دیدی چیکار کردی؟ آخه این موقع آب گذاشتن بالا سر من بود. اگه بیاد ببینه تو اتاق منه چه فکر میکنه؟ آش نخورده و دهن سوخته. خاله جون جوراب داری؟ میدونم چرا رفتون بالا. الان حسابش میرسه. وای ماشاءالله چقدر شوهرم غیرتی شده. حالا من دیگه نمیخواستم اونو بکشم ولی الان وسواسی میکشه. الان با چنگ من بیفته میدونم. آهای مریم مریمی؟ آهای مریمی؟ ما سلام سلام دی جواب نمیده. چی میخوای؟ هیچی. خواهر زنانه بنده رفته بود توالت بالا، آمدیم ببینیم اینجا ها نیست. مگه اینجا توالت است پدر آمرزیده؟ اول برو اونجا رو بگرد، اگه نیست بعد بیا اینجا. فهمیدی؟ دوباره دیگه. بله درسته درسته بله. تو چی میخوری؟ شمالش مولو چی میخوند؟ گیلاس. گیلاس؟ بفهمن ای قربان دست دهن منم نزدیک بود آب بیفته. دید دوتایی بردارم. مرسی. چی میگیسی؟ نامه برای اسلام بنویسم. از قول من به همه سلام برسه. باشی باشی. سکون ببینم تو چند تا دست پا داری؟ من؟ مثل همه چهار تا دیگه. چهار تا؟ با دوتا میخورم با دوتا هم مینویسم. درسته. ببخشید ببخشید. یا بسم الله الرحیم اون چه تکندگان میخوره؟ اون چه پای ایزوی بسه چیه؟ این همزاد منه است. امشب اومده مهمون منه. بیا آقا ماشاءالله ببینه ده برو. وای بسم الله الرحمن الرحیم بخش. وای کلوکی الله جفت. بفرمایی نمیخورم. بایجسی امضا کردم بفرمی. انشالله مبارک محمود آقا مبارک. دست من خیلی خوبه. همونطوری که ماشینای منو خریدی و الحمدلله کاربارت خوب شده صاحب مغازه شدی، قول میدم با خرید کارخونه ایشون کاربارت سکه میشه. آره جونم از امروز تو شدی صاحب یک کارخونه بزرگ. بله بح سلام آقا حالا چطوره؟ بسیار خوب. باشه همه حالا دستور میدم 50 صندوق براتون بفرستن. مهم نیست پولشو هر جوری دلتون خواست به بانک حواله بکنید. خداحافظ شما. و اما شما الان به رئیس دفترم میگم سفارش کنه زودتر صندوقای شما رو آمادش بکنن. خیلی ممنون آقای رئیس دفتر. زود بیان اینجا. ایتاد میشه قربان خدمت میرسم. رئیس من خاصه جریان چی؟ سلام عرض کردم قربان. تعظیم عرض کردم. خواهش میکنم همراهی آقایون برین و سفارش کنه زودتر جنساشون رو صندوق بکنن و به خودشون تحویل بدن. فهمیدی؟ بچش بفرمایید الان خدمت میرسم. بفرمایید. به سلامت. خدا حافظ. خوش اومدید. بله قربان میخواستم از بکنم راجب اون موضوع چی جواب بدم؟ فعلا وقت ندارم. برو دنبال کار آقایون. چی گفتین که آقا اینقدر عصبانی شد؟ هیچی بره. اون وقت اگه زندگی آقا تعریفی نداشت میخواست خواهر زنانه بنده رو بگیره ولی من مخالفت میکردم. حالا اگه ماشاءالله کارا براش سکه شده میگم بیا بگیر جواب میده که وقت ندارم. بفرمایید حواله رو ببرین انبار. جنسرم به خود شما تحویل میدم. بفرمایید. آقا ماشاءالله جان سلام. من دیگه حال شما دارم بیام تو دفتر. به آقا بگو زودتر بیاد بریم. اطاعت میکنم با چش. حتی قربان چی بگو آقا ماشاءالله. خانم به اتفاق کجیدنه دشی و آوردن. خیلی خب بگو چند دقیقه جلو باغچه گردش بکنم الان میام. چشم قربان. اگه عصبانی نمیشین میخواستم یه حقیقتی رو خدمت شما عرض بکنم. بگو زودتر کار دارم یالا. راستش اینه که خاله مریم قسم خورد اگه شما با او ازدواج نکنینا حتما خودش را بکشد. چه بهتر. کی میخواد این کار بکنه؟ هیچ وقت. عیبی نداره کوچولو بیا توپتو بردار جونم بیا.
متشکرم آقا. شما گدایی؟ الان وسط پول میارم. مامان، مامان جون. چی عزیزم؟ مامان، یه گدای بیرون نشسته. صد تومن بده من برم بهش بدم. صد تومن؟ آره، یالا زود باش. خیلی خوب، بیا این پنج تومن رو ببر بهش بده. متشکرم. اوه فرشته جون سلام. خودت خیلی خوشگل کردی. مگه جایی میخوای بری؟ به بنازم به حواس جون، مگه خودت تلفن نزدی عصر باید بری مهمونی؟ شبم میریم با هم شام میخوریم. شامو یادم بود، اما مهمونی عصر به کل یادم رفت. پس لیلا کجا؟ لیلا، لیلا قربان اجازه بفرمایید. قربان بی قربان، خاله مریم مال خودت. یه دفعه دیگه از خاله مریم حرف بزنی از اینجا بیرونت میکنم. قربان اجازه بفرما بنده. لیلا جون بیا ماما. اومدم ماما. قربان تو برم. بسین بسین قربان تو برم. قربان قربان آقا شما رو به خدا خاله مریم با خاطر من موافقت بکن دیگه قربان. اصلا به خاطر تو هیچ موافقت نمی کنم. برو خاله مریم رو ترشی بنداز. ببخشید آقا، ببخشید، این محمود به باف نبود که الان با ماشین رفت. خفش و حرف دهنتا بفهم بزن. محمود به باف کیه؟ یه وقتی به باف بود، الان ماشالله ست تا کارگر دارن شب روز براش میبافن. بالاخره اسم ایشون چی بود؟ جناب آقای محمود بافندپور، رئیس کارخانه تریکو بافندگی نیلی. لابد اون خانم عینکی و اون دختر کوچولو هم زن و بچهش بود. بدبخت گده، این چه طرز حرف زدنیه؟ بگو اون خانم و اون بچه نزنزی متعلق با این محمود آقاست. من بگویم بله، اصلا به تو چه مربوطه؟ تو اگه گدهی بیایی پنیزه رو بگی فوری گروه تا گم گم برو. الان یه پنیزری داشتم بکنه جیو من زدی کلک. ها اگه عوض پول کار به هم میدادین بهتر بود. ای بدبخت گده، پس تا آقا اینجا بود چرا نگفتی؟ آخر روم نشد واسه این که جناب آقای بود بافندپور منو میشناسند. خب گده یه بیچاره، آقا که تو رو میشناسن چرا رود نشد بگی؟ حالا برو فردا بیا، اگه دستور استخدامت با من دادن یه ترتیب میدم که تو برای استخدام باشی. اصلا بهتر نیست من برم خونهشون رو تقاضای کار بکنم؟ اره بهتره، چون کلفت نوکرم ندارن فوری قبولت میکنن. متشکرم. آدرس خونهشون کجاست؟ آدرس خانهشون بلد نیستی، خاک بر سر تو گدا بکنن. آقا تو چجور گدایی هستی؟ میشه که تازه گدا شدی. ویلا گداهای واقعی خانه اشخاص شناس و کاملا بلدن. بیا اینم آدرس خانهش، اگه پیاده بری غروب میرسی. بیا بگیر، چون آقا آدم خوبیه حتما دستور استخدامت رو من میده. بیزه تو هم بیه لغم نوایی برسی. بیه متشکرم، خیلی متشکرم. پس فطرت، پس زن و بچه ای منو تو صاحب شدی؟ اما این آرزو رو به گور میبری. خوب پیدات کردم خائن بی همه چیز. میدونم چه بلایی سرت بیارم، میدونم. بعدشم با سرعت دوید و رفت. ای وای چه غلطی کردم، آدرس منزل آقا رو دادم. خیلی ممنونم.
میگم نکنه بره بلا ملای سر آقا بیاره. ای داد حسن ماشین من رو فوری بیار جلو دفترت. حسن بیار تو خود دفتر. بودو بودو آقا لمنه بودو. کجور آقا ماشالله این وقت شب؟ والا شنیدم این اطراف دزموز پیدا شده، گفتم بیام امشب رو اینجا بخوابم. باشه، اما به شرط که راجب خاله ماله حرف نزنی یا؟ مطمئن باش خاله مریم بیچاره امشب دیگه تا حالا خودشو کشته. خدا رحمتش بکنه. شام خوردی آقا ماشالله؟ بله. کجا میخوابی؟ یه جای این گوش کناره دی. شب بخیر. شب شما بخیر. های پسر بیا اینجا بینم رخت خواب منو میندازی طبقه بالا. بودو چشم. بودو چشم. قرار چیارکی تو قطع میکنم. من اصلا صدا ندارم. من نوکرتم، غلام خانزاد تو هم. خوابش بود. عروسه کشم روز پنوش. شب بخیر. چرا خاموش کنم؟ باشم. من نمیدنم. نمیدونی ها؟ اتاقی که چراغش روشن شد مال کیه؟ تو با بچه کار داری یا با پدر مادر بچه؟ من با بچه کار دارم. نفهمیدم. نگونه تو بچه دوزی ها؟ آره. اول میخوام ثمره عشق کثیفشون رو از بین ببرم، بعد نوبت اون دو نفر. یالا زود بگو اتاق بچه کدومه؟ اتاق بچه؟ اینه که الان روشن شد. همینه. بچه تو این اتاق تنها خوابیده؟ تنهایی تنها با جانشون. پدر مادرشون تو اون اتاق میخوابن. بیچاره اونی که کشتی جز بالش بدبخت کسی دیگه نبود. پس اون احمق اتاق بچه رو اشتباهی به من نشون داد. به انداز کارده و الله خفت بکنم. یالو من تا یادگار عشق کثیف شما رو نکشم کارده نمیندازم. میگم به انداز. اصلا تو کی هست؟ همین دوست من تایی. ببن دهن کثیف تو. چطور جرأت میکنی اسم منو به زبون بیاری در حالی که زنم رو ازم گرفتی؟ بازم منو دوست خطاب میکنی؟ همین تو اشتباه میکنی. خفه شو. تو از اول چشم دنبال فرشته بود و بالاخره با هزار نیرنگ تصاحبش کردی، ولی من میکشمت. میکشمت. نابودت میکنم. پس 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 نامر چه موقع میشه؟ بیا باش کن. باش 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 با
اشتباه میکنم. همه شد چشم خودم دیدم. گوش کنمید کم چیزی بشنم. بهتره برم کم بیارم. تو باید بمیری. نزن. اتاق بچه کجاست؟ پرس بزن. گفتم بچه کجاست؟ حرف بزن حق باز. همین کارت بنداز دور. قسم میخورم تو اشتباه میکنی. اگه به من نگی بچه کجاست اول تو رو میکشم. همین بچه اون اتاق خوابیده. ها؟ تویی؟ تو؟ حمید تو بی جهت عصبانی هستی. حقیقت چیز دیگه. گم شو پس بفرد. ممکنه صدمه به بچه برسونه. بریم. بمیر بچه یه بدبخت. کس چیکار میکنم برم تو خدایا بچه ها نریم نریم جم مامان. ببخشید نیم کاخره عزیزم دیگه صدای داد فریاد میاد از ترسم رفتم سینشم. خدایا شکره برکن سرگن همونی که برای علا چاو کشی بودو تو سیدو دو برم الان اقره میگوشی بودو غربم بجو بجو باش کن دیبرر کار دو بنده سمین گفتم کار دو بنده سمین حمید بایستا برر کن الان میگیریم بسینو حمید خواهش میکنم بایستا حمید گوش کن ببین چی میگم آمشا شکر جم بگیرش بایستا برای راش شلیک میکنم اون دوست من شلیک نکنید شما بری کنار دفتم بخونده اون دوست من کلاهی نداره اقلا اونو اذیتش نکنید اون بیچاره هیچ کلاهی نداره من بازپرس دادسرا هستم برای آخرین بار از شما سوال میکنم از این شخص شکایتی ندارین؟ دیگه تکرار نمیکنم برای آخرین بار میگم این شخص دوست عزیز من است با هم دعوامون شد بعد آشتی کردیم هیچ شکایتی هم ازش ندارم دیگه تکرار نمیکنم بسیار خوب منم دیگه مزاحم نمیشم در نتیجه پرونده شما بسته میشه امیدوارم هر چه زودتر بیمارستان رو ترک کنیم خداحافظ به سلامت مرمت حالی زیاد های باز محمود من خجالت میکشم پیش شماها بمونم حس میکنم دیگه وجود من بین شماها زیادی باشه بهتره به زندگی شیرینتون ادامه بدیم فقط دلم میخواد شما دو نفر منو ببخشید خداحافظ حمید بازه بونو خوش دست زنه بچه ده بگیر برو خونه ویلا بلند میشم با همین یه دستم تلافی تموم کتکایی که بهم زدی در میارم این زن توست این توفم وارزه دست بابا چون والا این عموی منه فهمیدی؟ دلالا این بچه بخور دو سره همین درباره رفیقت فکری بد نکن لالا اگه یه خوردی فکر کنی میرم شکایت بکنم تمام پول رو که این چند سال خرج زن بچه کردم تا اون یه اشه آخرش ازت میسونم خیلی ها مثل تو فکر میکردن من و فرشته با هم زندگی میکنیم این بچه هم مال ما دوتاست اما قسم بخورم اینطور نیست زندگی ما یه زندگی وارونه بود برای چی اینقدر داری فکر میکنی قربان والله بی انصافیه من سالهای سال شاهد و ناصرم که این آقا و خانم هم مثل دوتا خواهر برادر با هم زندگی میکردن آقا فقط یک نفر دوست داره اونم خاله مریمه باز میون دعوانه اختیار کردی تو نمیتونی خواهر زنت به ریش من ببندی چند دفعه بگم من از خواهر زنت بدم میاد سلام اون بردو خواهر زنت برام تو خودت گل دیگه چرا گل آوردی بیا بشی پلمه خود تو قربون خواهد حمید تنها کسی که تو دنیا میپرسمش همین خاله مریم است درست فرشته بهش بگوی با تمام وجودم ازت معذرت میخوام مرا ببخش برشته اونجا رو نگاه کن